درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. در این ویدئو میپردازیم به پیدا شدن تقویمی باستانی که اتمام جهان را پیشگویی کرده است. تقویم شمارش طولانی مایا. برای سالهای متمادی پیشبینی‌های زیادی برای به اتمام رسیدن جهان انجام شده است. از آنجایی که این تاریخ‌ها در بیشتر مواقع بدون اتفاقی رسیده و گذشتند، دیگر این پیشبینی‌ها رنگ خود را در میان مردم از دست دادند. تقویم شمارش طولانی مایا یکی از آنها بود که می‌گفته در سال 2012 دنیا به پایان خواهد رسید. این تقویم یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین تقویم‌های دنیا شناخته می‌شود که در آمریکای مرکزی یافت شده است. پیشبینی می شود که تقویم شمارش طولانی مایا از تقویم نجومی کشاورزان الگو گرفته و به قوم مایا رسیده است. ما در ادامه می خواهیم شما را با این تقویم باستانی آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. تقویم مایایی از سه تقویم مجزا تشکیل شده که همزمان با هم استفاده می شوند. شمارش طولانی، چرخه مقدس یا تزولکین و هاب یا سال اورفی. شمارش طولانی سال را مشخص می کند و دو تقویم دیگر به روزها اشاره دارند. این سه تقویم با هم به عنوان مجموعه ای از چرخهای متصل به هم کار کرده و هر کدام یک فاصله زمانی متفاوت را نشان می دهند. چرخه مقدس یا تزولکین. این تقویم دارای 260 روز است که شماره های 1 تا 13 در یک چرخش تکرار شونده در سال دیده می شوند که 20 بار از آنها وجود دارد. این چرخه ها دارای رویدادهای مذهبی و جشن های مختلف است. هاب. هاب یک تقویم 365 روزه شمسی است که 18 ماه 20 روزه و یک ماه 5 روزه دارد. این دو با هم یک دوره تقویمی را می سازند که دوره های 52 ساله را تکرار می کنند. این دوره ها همچنان در بخشی از تقویم گواتمالا استفاده می شود. به نظر می رسید که تقویم مایاها برای حدود 5125 ممیز 36 صدم سال به طول می انجامد. زمانی که به اصطلاح به آن چرخه بزرگ یا Great Cycle می گویند. تقویم شمارش طولانی مایا به 5 بخش مجزا تقسیم می شود. 1 روز، 20 روز، 360 روز، 7200 روز، 144000 روز. برای آنکه تاریخ این تقویم را با تقویم میلادی جدید تطبیق دهید، نیاز است که روزها را از آخرین روز چرخه بزرگ شمارش کنید. اما در حقیقت اینکه بدانیم آخرین چرخه کی شروع شده و آن را با روزهای میلادی تطبیق دهیم کمی دشوار و پیچیده است. باستانشناس انگلیسی سر اریک تامسون سری به دادگاه پست مقدس تفتیش عقاید در اسپانیا انداخت تا بتواند تبدیل تاریخ را از تقویم شمارش طولانی مایا به تقویم میلادی انجام دهد که به آن همبستگی تامسون میگویند. اتفاقاتی که در طول این دادگاه رخ داده بود و اطلاعات تقویم میلادی و مایا جمع آوری شد. دانشمندان سپس تاریخ‌های جمع آوری شده را با هر دو تقویم‌ها هماهنگ کردند و آنها را با کتاب درستن کودکس، یکی از 4 سند مایایی که از تفتیش عقاید در اسپانیا جان سالم به در بردند، مقایسه کردند. در نهایت تامپسون و دیگر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اولین دوره چرخش بزرگ را میتوان به 13 آگوست سال 3114 قبل از میلاد مسیح نسبت داد. حالا کمی کارمان راحت تر می شود. ما اولین روز چرخه بزرگ را داریم و میتوانیم تقویم شمارش طولانی را به دست آوریم. ما یک روزی را انتخاب می کنیم که برای بسیاری از مردم جهان شاید آشنا باشد. 20 جولای 1969، روزی که آپولو 11 در ماه فرود آمد. در تقویم شمارش طولانی مایا این تاریخ به این شکل نوشته می شود:
نقطه 12 نقطه 17 نقطه 15 نقطه 17 نقطه 0. وقتی با دقت به این شماره نگاه کنید متوجه خواهید شد که 5 شماره در این تاریخ قرار داده شده است. برای خواندن این تاریخ باید از چپ به راست شروع کنیم. اولین جایگاه شماره باکتونز را یعنی 144,000 روز بعد از اولین روز چرخش بزرگ نشان می دهد. در این صورت 12 باکتونز داریم که اگر محاسبات را انجام دهیم به 1,728,000 روز از تاریخ 13 آگوست سال 3114 می رسیم. جایگاه دوم به شماره کاتونز تعلق دارد که 7200 روز است. سپس به همین ترتیب بخش‌های تونز، بیونال و کینز را داریم. همانطور که در تیتر هم اشاره شد، بر اساس این تقویم می توانستند آخرین روز جهان را مشاهده کنند. اگر یادتان باشد، قبل از سال 2012 زمزمه‌های مبنی بر تمام شدن جهان بود. در این تقویم روز 21 دسامبر 2012 آخرین روزی بود که می توانستند شمارش کنند و بدین ترتیب این روزی بود که بدترین ها باید اتفاق می افتاد. با این حال محققان و بومیان مایا نظریه های آخر الزمان را رد می کنند و اشاره می کنند که انتهای تقویم یک جشن خواهد بود که بسیار شبیه به جشن های سال نو است. همچنین در کتیبه‌های مایا نوشته‌هایی وجود دارد که پایان جهان را آنطور پیش‌بینی می‌کند که از چرخه بزرگ نتیجه گرفته شده است. مایاها شماره‌ها را به صورت عمودی می‌نوشتند، در حالی که برای ما به صورت افقی است. برای مثال عدد 27 را که ما به این صورت می‌نویسیم، مایاها به شکل دیگری استفاده می‌کنند. مایاها به صورت عمودی عدد 27 را می نوشتند. نماد آنها برای عدد 7 یک خط 5 واحدی با دو نقطه بالای آن در پایین قرار دارد و نماد 20 یک نقطه و خطی بالای آن مستقیماً روی آن قرار می گرفت. شماره ها ارزش زیادی در فرهنگ قوم مایا داشتند. برای مثال شماره 20 از شماره هایی بود که به انسان نسبت داده می شد. 20 انگشت پا و دست. شماره 13 به مفصل‌های اصلی بدن اشاره داشته که آنها معتقد بودند بیماری‌ها از آنجا وارد و حمله می‌کنند. گردن، دو شانه، دو آرنج، دو مچ و غیره. با همه این اوصاف هنوز هم تقویم شمارش طولانی مایا یکی از عجیب‌ترین تقویم‌هایی است که در طول زندگی انسان به روی زمین دیده شده است و می‌توان گفت که با اینکه زمین در سال 2012 از بین نرفت، اما تأثیری که مدت‌ها این تقویم روی انسان‌ها داشت هنوز هم دیده می‌شود. با سپاس از همراهی شما، امیدواریم که از این ویدیو استفاده لازم را برده باشین. شما می‌توانید در قسمت کامنت‌ها بنویسید که علاقه‌مندین چه نوع مطالبی را با شما به اشتراک بگذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.